آپدیت خفن سیزن 4 ای فوتبال 23. سلام و درود خدا بر شما. در این ویدیو اومدیم پس از مدت های طولانی که ای فوتبال گن زده بود و آپدیت های فقط کارت مانند میداد بیرون، الان توی سیزن 4 یه سری آپدیت خفن به بازی اضافه کرده. و چرا دارم میگم خفن؟ میرم تو بازی بهتون نشون میدم. به خاطر اینکه به نظر من این آپدیت یعنی سیزن 4 روم داره بازی رو به سطح استاندارد میرسونه، یعنی نه نزدیک میکنه. یه سری چیزا توی این بازی اومده که بازی رو به نظر من استانداردتر کرده، یعنی یه سری ویژگی‌ها و آپشن‌ها اومده که بازی خیلی خوب شده. و بذارم بگم که یک خبرهای خیلی خوب راجع به مستر لیگ و بیکام لجند واسهتون دارم که بریم داخل ویدیو بهتون میگم و اینکه اصلا ببینیم اضافه شده مستر لیگ یا بیکام لجند یا نه، که همین اولش میگم لو دادم. لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب برنامه چیکه واسه انرژی اینستاگرام فالو کنید درسه به 100 کاک رسید بالاتر از 100 کاک. و اینکه ببینید راتری بریم سراغ ویدیو. بله سیزن 4 رو مشاهده میکنید، به نظر من بریم یه دونه پلی ویدیوشو با هم دیگه ببینیم. البته دیتیلز هم زده، دیتیلز چی داره راجع مثلا این سیزن توضیح داده و حالا اتفاقایی که توش افتاده و حالا نیو آیتمایی که حالا گفته چه آیتمایی میادش توی این سیزن و چه اتفاقایی رخ میده. ولی به نظر من حالا آپدیت مچ‌پس هم داده، من این چیزایی نیست که ما باش کاری داشته باشیم. البته ببینم ویدیوش فرق کرده یا نه. همون بله چیزا داریم مشاهده میکنیم. سیزن 4 روم بازی و نوشته شو او میچ یار کارت های جدید فکر کنم، البته من نمیدونم گیم او نه قابلیت های جدید بازی داداش. بله یه سری چیزا اضافه کرده بازی قطعه به یقین، چون بله اینجوری که داره بوچ میاد یه سری اسکیل یه چیزی مربوط به اسکیل اضافه شده با بازی که داره اینجوری داره میگه. بله سه کارت برتر که احتمال خیلی زیاد یه دونه قره رایگان به همتون میده که میایین حالا این سیزن رو باز میکنیم. حالا بریم تو بازی الان بهتون میگم چی شد. اسکیل ترنگ اضافه کرده به 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 میتونیم به بازیکنتون این که اسکیل اضافه بکنید دلخواهتون. حالا بذار بریم تو بازی ببینم که چی میشه. آها فیسا رو آپدیت کردم. بعد فیس ترشتگن دیانگ و حالا نیو سیزن کیک آف هم که معروف کنم به تورنمنت ها باشه، چون حالا نمیدونم. حالا بذار ببینیم که منظورش چیه دقیقاً. بالاخره هر وقتی که این فوتبال آپدیت میده شما حداقل کف کفش کار تود میده بهت دیگه. حالا مثلا اینکه تو گیم پلی هم تغییراتی داریم که اینجا نوشته و داره نشون میده قطعاً تغییراتی داریم. بله بازی شروع شد. حالا این یه سری چیزایی که لاگین بونوستون رو بهتون میده که حالا من چون خیلی توی بازی نمیدونم بهم سی چیزای زیاد نمیده. اسپیشال بونوس هم میده بهتون که حالا من میبینم که دقیقاً چی داره بهمون. یه دونم آیتم بله نیمار جی آر 600 میلیون دانلود چرا الان دادی تو داداش؟ اینو بچه‌ها 100,000 تا هم جی پی داد بهمون. و یه دونم گفتم بهتون یه دونه قره رایگان هم بهتون میده و یه دونه گابریل باربوسا یا نمیدونم این چیه داده بهمون. الان میریم منوی چک میکنیم. بله من حالا نمیدونم بریم بیرون پک اول بزنیم بعد بریم سراغ بقیه چیزا. اسپیشال پلیگر لیست رو مشاهده میکنید حالا پک های جدید من ببینیم که چیا اومده. مثلا این اومده دیگه نهایتش بسوینم. ببین به سه تا بازیکن برتر میسی و دیبروینه شه و اینکه قطعه به یقین سه تا از برترین بازیکنهای این پکه. و اینکه کلا میگم تو این پکه چی داره؟ دلیخت 95 داره. بعد کذابت زده این سه تا برترشون اینا ان کدا داش. و بعد دیگه من فکر کنم زورشون مسی و دیبروینه بزنه تا 99 بیشتر از 100 بهتون نمیده. اگه دلتون خوش نکنه بریم یه دونه از این پکه بزنیم که ببینیم تو چی داره. سرویس کرد ما رو یعنی فوتبال قبل از اینکه این آپدیتو بده بیرون. هی نمیدونم سه تا بازیکن برتر ما میخوایم بدیم بیرون. اینا هم حالا مثلا عکساشونو پوشونده بود. چیه حالا مثلا انگار مثلا اولین بار داره پک میده. 530 تا من کوین دارم. ببینم که حالا از بین اینا که بهترینشون وینیسیوس و 90 کچ میرسه و تیم پلیر استایلشون هم قوی باشه به 100 میرسه. ببینیم که وینیو بهمون میده یا نمیده. خیلی بعیده بده. اگر بده که دمش گرم، ولی میدونم که کثافتی بیش نیست. بله نداد به قطع یقین، چون اصلا از استادیوم و سبک و سیاق کار مشخص است. دو اول فاز لالیگا هیچ ولش کن ریدید. نمره 8 ریدمان. بله این بازیکن دریوری رو به ما داد و به اضافه اینکه بریم کلا دیگه من با پک کاری ندارم. آخرش که پک باز میکنیم که حالا ببینیم چی میشه. حالا پکای بقیه رو هم ببینیم. اینجا پک اتلتیکو مادریده که حالا اوبلاک و بقیه اسادی توش هستن. اینم که ای فوتبال چمپیونه، یعنی پک چمپیونز لیگ اگه اشتباه نکنم، که یه سری بازیکن خفن داره. که ولی ما کاسمیرو داداش داریم اصلا. ببین یه قابلیت خیلی خفن که به پی اس ای فوتبال اضافه شده و توی پی اس 21 مایکل لابش بود اینه که شما وقتی میری توی مایتین پلیر اینجا هر بازیکنی که مثلا اینکه بخوای مثلا اینو شما میگیری روش مربع میزنی و اینجا لگسی ترانسفر رو که زدی میتونی اینو از این کارت نداداش. خب یاد خفنیه. میگه این بازیکن تو بفروشی خوب کنار این بازیکن دیگه پولی روش بذاری یه بازیکن بخری. چقدر خفن یعنی خدا بازیکن. مثلا الان ما بخوایم این بازیکن رو بخریم مثلا این بازیکن لولش 4 نیست، خب لگسی ترانسفر رو ما بزنیم فکر کنم. بله اینجا شما میتونی پول بدی و این بازیکن مثلا اینکه
تبدیل به XP میشه. فکر میکنم الان نمیدونم که اینا یعنی مثلا رشورد XP میشه میاد رو این کارت، اینکه این کارت میاد رو رشورد. ببین مثلا این فوله، خب احتمالا این میاد رو این، شما باید پولم بدید. چقدر زاغارت. حالا مثلا آقا این، خب این لولش مکسه، ما الان 80,000 تا به این بدیم، خب این لولش 10 تا میره بالا، یعنی 80,000 تا باید پول بدیم. بذاریم چی میشه؟ حالا ما انجام میدیم که بچه ها به چالش نخورن دیگه. الان چی شد؟ خب لولش 10/10 مکس شد. آها لولش 10/10 مکس میشه. مثلا اگر خواستی که این بازیکن رو ببریم بالا، میایین روش مربع رو میزنین، لگسی ترانسفر رو میزنین، یکی از بازیکنات رو که میخواین تبدیل به کارت XP بشه، یعنی به تمرین تبدیل بشه، میزنین میاد روی این بازیکن. الان این 10/10 پور شد. این میسی شد 101. داداش واسه ببینم الان مثلا ما نیمار رو بیاریم، واسه اسیس کجاست؟ میسی 102 در سگ. چطوری ممکنه میسی 102 بشه؟ و چرا اینا 100 به بالاتر نمیرن؟ اینا این مثلا 98، این باید بره خب بالا 101. اگه این 102 چجوری پس این 102 شد؟ این 101 باید بشه دیگه. نمیدونم که حسابا چجوری حساب میکنی تو پول پولک، نمیدونم چجوری حساب میکنه. ایول این آپدیت خدایی دوست دارم. الان جوری شده که ماکسیموم لول 100 دیگه نیستش. فهم مثلا اینکه شما اگه لول سالتون 100 بشه و بازیکنتون بکشه، مثلا این کار نکن 98 شه، مثلا تو سه تا بهش اضافه شد، شده چقدر؟ 101. مثلا مسی 99 بود شد 102. چقدر آقا این قابلیت رو من واقعا دوست دارم. ولی الان چیزی که هست، یک قابلیت جدیدی که اضافه شده اسکیل ترینگ. خب اسکیل ترینگ، شما مثلا نگاه کن اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا بازیکنت قابلیت داره. خب الان دیگه محدودیت 10 تا قابلیت بازیکن برداشته شده، یعنی شما میتونید چند تا قابلیت مثلا بله 5 تا قابلیت دیگه به بازیکنت اضافه بکنی. حالا من نمیدونم که یه دونه از اون کفشا باید بالا داشته باشی. ای بله. آقا بریم همه گیم پلی رو ببینیم و حالا ببینیم که تو قسمت ایونت و اینا چی اضافه شده. حالا که آنلاین مچ و فرند مچ و فوتبال هم هست و بله اومدیم با یک بازی کنی آفلاین بازی کنیم. البته من میگم آنلاین رو من کافعلا کاری ندارم، میخوام روونی گیم پلی رو ببینم، بعدش بریم آنلاین بازی کنیم ببینیم داستان سرورها چجوری شده. حالا مثلا ببینم که این باگ مزخرف کیت پولی رو که شما میدین دست مردم، کیت دروازه بانش ردیف نیست، درست کردین یا نکردین؟ خدا وکیلی. بله توی رختکن که به نظرم همون چیزی بوده که قبلا بود و چیز خاصی تغییر نکرده، اینجور که دارم من مشاهده میکنم توی رختکن ها چیز خاصی هیچی تغییر نکرده به نظرم من. اینجور اگر تغییر کرده چیزی مشاهده نمیشه. الکساندر آرنولد اینا فیساشون مثلا دوناروما به نظرم اصلا فیسش آپدیت نشده. یه سری از بازیکنان محدود به نظرم فیسشون آپدیت شده. داورم اومد، داورانو شعور ندارن، لباس هم رنگ ما نوده باشن. بله داستان چمن همونقدر افتضاح میباشد و تکسچر چمن فرقی نکرده. بله کیت دروازه بانم خدایی مگه میشه شما اینو درست نکرده باشین؟ الان ما پول دادیم کیت برزیل رو خریدیم، کیت دروازه بانش واسه بایر لورکوزنه. خیلی خوب لاین اپش هم که همونه، هیچ فرقی نکرده. حالا ما اصلا با ایناش کاری نداریم، گیم پلی درست شده باشه بقیش به درک. حالا بازی شروع شد رو حالت لژند، من ببینم که بازی چه تغییری توش ایجاد شده. من حالا یک اسکیل مسکیل رو مثلا بزنیم ببینیم که چه تغییراتی کلا اعمال شده در اون بازی. به نظر من حالا بزنیم ذره بازی کنیم الان بهتون میگم چی شده. من تازه یه گل من زدم دقیقه 72، تازه من به اینو یه گل زدم ماشاءالله. شما ریاضه های روماری گل سمر برسو در بازی حریف باز بکنه. در سگ خیلی سخت گل میخوره، خیلی سخت گل میخوره. من آقا این مسی خانم مشاهده میکنید که با همون چالی گل. ببین مسی کارتای پریمیوم نظر من البته یه مقدار روشش وایسا. اینا تا اینجای کار فهمیدین که بازی خیلی سخت شده. به نظر من یه مقدار سخت‌تر شده بازی و اینکه حرفه‌ای‌تر شده اون هوش مصنوعیه. یه چیزی که توی این آپدیت اومده اینه که شما مثلا نگاه کنید تعداد پلیگر من همین پایین که دارید میبینید 500 تا بیشتر ماکسیممش نیست. خیلی خب وقتی شما مثلث رو بزنید اینجا میگه میتونی اد کنی. حالا مثلا شما 500,000 تا میدی 50 تا مثلا اینکه حالا بازی کنی، حالا هر یه تعداد کمی صافی کنم 50 تا دونه بازیکن به این تعداد لیستت اضافه میشه. مثلا این 500 تا میشه 550 تا بازیکن واسه تیم داشته باشی که حالا مثلا اینکه تا 1000 هم فکر کنم میرفت که حالا دقیقاً یادم نیستش، ولی فکر کنم تا ماکسیمم 700 یا 1000 بره، دقیقاً نمیدونم. ولی خب چیزی نیست که خیلی تو رو مانور بخوای بدی. بریم تو بازی ببینیم که چه خبره. بله رختکن داریم مشاهده میکنید، فیس ها هنوز
هنوز یه مقداری فیس نیمار آپدیت شده فکر کنم. خوب راضی هم از بازی با این قابلیت هایی که اضافه کرد، اما ای کاش که مارکت فروش کارت هم اضافه بکنه مثل فیفا 23 که خیلی خفن میشه. قبلا اینجا اومدن بازیکن ها داخل لگ داشت، الان نمیدونم که توی حالا ادیت ویدیو لگ داریم یا نه. این به خاطر افت اف پی اس توی هایلایت هاست که فکر کنم هنوز همین مشکل هستش. علاوه راموس و دلیخت و دوناروما اساتید دور زمین دارن میشن. فیس راموس آپدیت شد فکر کنم، اگر اشتباه نکرده باشم فیس نیمار آپدیت شده مطمئنم، از شنگ معلومه تغییر کرده. ببین الان نگاه کن چیزی که هست، سایه های رو زمین رو میبینی، سایه های رو زمین نباید محو باشن. وقتی خورشید داره میزنه سایه رو زمین باید سافت نباشه عزیز من، سایه رو زمین باید سخت باشه. ببین هنوز به نظر من یه مقداری توی حمله توپ بازیکن ها مشکل وجود داره. یعنی مثلا این بازیکن نگاه کن داره حمله توپ میکنه، ما تو پی اس 21 اینو نداشتیم. پی اس 21 تو هر وقتی با بازیکن میگفتی آقا مثلا توپ رو بنداز داخل، مینداخت تو. الان نمیشه. ایول این قسمتی که الان دارید میبینید تازه اضافه شده و حالا گفته که بعدن، یعنی چند حالا ساعت بعد اقدام کنه چون تازه آپدیت شده. حالا هنوز اضافه نه، یعنی اون چیزی که میخواین توش اضافه نشده، ولی قبلا فقط پلیر رو آیتم رو داشتیم، الان توی پوینت ها شاپ پوینت این هم اضافه شده. حالا ما نمیدونیم چیه، باز نشون اصلا ببینیم، ولی شما حالا بعد از این ویدیو حتما برید ببینید که چیه. الان میخوام برم بدون فیلتر بازی آنلاین رو استارت بزنم ببینم که حریف پیدا میشه یا نمیشه بدون فیلتر. خیلی خوب ببینیم که حریف واسه من پیدا میشه بدون فیلتر یا نه. اینجا یه سری چیزای جدید نوشته که قبلا ننوشته بود، حالا مثلا اینکه توضیحات قبل بازی که توی پیس بزوی که من میشم داشتیم، حالا اینجا اومدن مثل خود مثلا پیس بزوی خلاقیت به خرج دادن و اینجا یه سری چیزا رو نوشتن. بله 2609 از دیویژن، نمیدونم چند دیویژن چرا نداده پدر سوخته دیویژن خودمون، یعنی در ورزشگاه امارات استادیوم آرسنال مقابل بایر لورکوزن بازی آنلاین میخوان انجام بدن. خیلی خب ترکیب ما اینه، تیم پلی استایل 100 آقای کلوب، این برم نیمار، مسی، آنتونی، دفاع رو نگو چقدر کشیده عقب یارو. 2609 2618 ما 9 تا دونه از اون قوی تریم، ولی تیم ما کجا، تیم آن کجا؟ به این تو زمینه توی دروازه. حالا هالند دروازه رو باز بکنم، باز لیونل مسی. ای وای پدر صلواتی گل زد هالند. ناش آنتونی که اینقدر شاخ شد ما نفهمیدیم و مصابی میشیم. بعد بود خدا وکیل بعد بازی نکردیم، ولی اونا هم خدا وکیل اندازه ما بودش دیگه، باید میوردیم جدی، باید میوردیم که نبردیم. حالا بخوام از این آپدیت، مثلا آپدیت که واسه یه سیزنه و بعد بیشترین تغییرات ممکن توش رقم بخوره، به نظر من از 10-5 میگیره. آپدیت خوب بود، لااقل دو تا آپشن، دو تا آپشن اضافه شد و اینکه ممنون که تا آخر ویدیو نگردید. اگر از این ویدیو لذت بردید لایک و سابسکرایب کنید، فرمان شما اینستاگرام ما فالو کنید، سریعتر برسیم به 150 کا. ممنون که تا آخر ویدیو نگردید، فعلا تا ویدیو بعدی.